سودیومی که بیشتر میشه، خب سودیوم بچه به دنبالش آب رو بیشتر میکنه، پس آب خون بگید بیشتر میشه، به دنبال اون فشار خون هم بگید افزایش پیدا میکنه. یا در واقع ضدداری اپینفرین و اپینفرین به همین ترتیب در واقع فشار خون رو بیشتر میکنه. اما در واقع سیاه رگ ها بیشترین حجم خون انسان در سیاه رگ هاست، بیشترین حجم خون انسان در سیاه رگ هاست، بیشترین حجم خون در سیاه رگ هاست. گفتیم که فضای داخلیش بسیار وسیع هست، قطر درونیش خیلی در واقع نسبت به سرخ رگ بیشتره. عرض کنم که مقاومتش بچه ها کمه، مقاومتش کمه. چرا مقاومتش کمه؟ چون بافت پیوندیش کمتره، چون عضلش کمتره. اما ویژگی های سیاه رگ ها بچه ها، فشار خون در سیاه رگ ها خیلی کمتر از سرخ رگ هاست. خب جهت جریان خون در سیاه رگ ها بیشتر به سمت بالا هست، همین علت هم میتونه باعث کاهش فشار خون سیاه رگی بشه. بچه ها سیاه رگ ها ممکن است به طور مستقیم به قلب بر نگردند. خب سیاه رگی که به طور مثال از روده، از قلب، از پانکراس جمع میشن، این سیاه رگ ها خب وارد اندامی به نام کبد میشن. خب و وقتی که وارد کبد شدن، اونجا سمزدائی و ذخیره برخی مواد اتفاق میفته و پس از اون وارد بزرگ سیاه رگ چی میشن؟ زیرین میشن. خب اما بریم سراغ عوامل کمک کننده به جریان خون سیاه رگی. بچه ها ما سه تا عامل داریم خب که کمک میکنن به جریان خون سیاه رگی. همه شما دیگه اینها رو حفظید. یکی تلمبه ماهیچه اسکلتی هست. تلمبه ماهیچه اسکلتی حرکت خون در سیاه رگ ها به ویژه در اندام های پایین تر از قلب رو به مقدار زیاد به انقباض ماهیچه اسکلتی بستگی داره. وقتی که اینا دارن منقبض میشن، خب فشار خون رو بیشتر میکنه دیگه، این باعث برگشت خون به سمت قلب میشه. خب دریچه لانه کبوتری، بچه ها دریچه لانه کبوتری ببینید اینا توامن با هم دیگه دارن کار میکنن. وقتی که این داره منقبض میشه، خب دریچه پایینی بسته میشه، دریچه بالایی باز میشه و خون رو به سمت بالا هدایت میکنه. و فشار مکشی قفسه سینه در هنگام دم، بچه ها وقتی که ما داریم دم انجام میدیم، قفسه سینه باز میشه، فشار از رو سیاه رگ های محوطه قفسه سینه برداشته میشه و یک فشار و یک نیروی مکشی در اونها ایجاد میکنه و در واقع خون رو به سمت بالا میکشه. خب اما دستگاه لنفی، بچه ها لنف به مجموعه مایعات بدن و موادی که وارد رگ های لنفی میشن گفته میشه. لنف به مجموعه مایعات بدن و موادی که وارد رگهای لنفی میشه. بچه ها دستگاه لنفی شامل رگهای لنفی در اندازه های مختلفه. دستگاه لنفی شامل گره های لنفیه. دستگاه لنفی شامل اندام های لنفیه. دستگاه لنفی شامل مجاری لنفی بدن هست. خب عرضم به خدمت شما که بچه ها وظیفه دستگاه لنفی چی بود؟ بگید برا من. وظیفه دستگاه لنفی این بود که تصفیه و برگرداندن آب و موادی که از مورگ ها به فضای میان بافتی نش پیدا میکنند. خب اون موادی که نش پیدا کردن، اون 10%، خب دستگاه لنفی اون 10% رو باید تصفیه کنه. اوکی؟ ببین اون 90% هم که برگشتن به سمت مورگ با فشار اسموزی، اون 90% هم توسط کبد باید تصفیه بشن. خب بچه ها چربی های جذب شده از دیواره روده کوچیک رو به خون منتقل می کنن. لنف مسئول تبادل چربی هاست. خب کیلومیکرون ها گفته بودیم که با برون رانی به مایع بین یاخته ای و سپس وارد رگ های لنفی میشن. پس اگر بهتون گفتن که کیلومیکرون کجا وارد میشه، باید بگید که رگ های لنفی وارد میشه. خب بچه ها در
گره ها و اندام های لنفی، در گره ها و اندام های لنفی ما عرض کنم که میتونیم لنفوسیت ها رو تولید کنیم و تجمع لنفوسیت ها رو